آخه خدا میخوایم آخه خدا میخوایم آخه خدا میخوایم په خدای باندې باور کې په مېش مېش منګه ولګه تیرا کړی دا لرګی نشد به وړو ار مشمن مې دې پکور کې لرګی شو چوب نظر سیب ته اله د خنک مله میلاته یک مریضا د حالت کوما د شفاخانه د خانه افتیده امروز صبح باشم یلی بر ما زنگ زده بود چت بمره حکومت منظمی است حکومت شرعی است حکومت مسلمانی د وخت جنقدان ګوب کې جنقدان ګوب کې به در ما دګر واسه متقوت چی رقم شو ما برش ګوت نه ک تقوت میشم نه بغاوت کنه مینیم کل میبینیم کل مردم غریب است ما مدت 35 سال دای وطن خدمت کردیم و تقریبا 3 سال این سال نو که ما سال 4 است که ما حقوق به ما حقوق داده نشده ژوندې اوسې بس ښه وخت ولرې خدای دې شفا درکړي شما یقین میکنین چې شو چوب نظر سیب ته اله د خنک مله میلاته امن تامین است اقتصاد رو به بهبود است حق ما را بیت حق کرد سلام و عرض ادب خدمت تک تک شما بیننده عزیز با امید صحتمندیتان خوش آمدین به یکی از گزارش های دیگه از دریچه کابل با ما غلام صادق فقری دوستای عزیز لاین بزرگ را که میبینی و موی صفیدا هموطنای ما هستند همه ایشان به جای پدر ما هستند و این کسایی هستند که تقاعد کردن و گفته میشه که مدت 2 الی 3 سال شده که حق تقاعد خود دریافت نکردند و هر کدامشان انباری از مشکلات دارند و قصه های خیلی تلخی دارند. تا آخر گزارش با ما همراه باشین با این مصافیدا و با این هموطنای ما صحبت میکنیم که چه وقت شده که حق حقوق خود دریافت نکردن واقعا در اون وقتی که اجرای وظیفه میکردن چقدر پول از ماشان کت میشد به خاطر همه مسئله تقاعد و حالا چرا به کدام دلایل برشان حق حقوقشان پرداخته نمیشه نو نفر فامیل به دوش ما تقاضای ما خواهش ما به امارات اسلامی است که حقوق ما برای ما پرداخته شود و شخص ما آرام باشیم السلام علیکم حاجی صاحب و علیکم سلام چی حال شما خوب است بخیر هستین بخیر سلامت باشی حاجی صاحب شما بیشتر میشنویم چقدر وقت تقاعد تان دریافت نکردین مدت 3 سال شده که تقاعد خود دریافت نکردیم دیگه از امارات اسلامی خواهش ما اینه می است که بیادر حقوق متقاعدین هر چه عجلتر بته که مریضا در حالت کوما در شفاخانه در خانه افتیده امروز صبح باشم یلی بر ما زنگ زده بود چت بمره تقاوت است او آدم تقاوت است جګړن متقاعد است از غزنی است بر ما دقیق معلوم است اونمو ولو که وضعیتش 100% خراب است امی علی زنگ زده بود از این صداش فهمیدم گفتم خیر گفتم تشویش نکن گفتم ان شاء الله تقاعدتان جور میشه گویا کم روحیه بگیره او در زمین تکلیف خود یک کم حاکمیت داشته باشه یک کم خوب شوه دیگه اگر نه اگر بگم که بیادر چیزی گپی نیست خو خلاص دیگه مورال خود از دست میته خدا نخواسته میمره شما یک تماس برش بگیرین که ببینیم که دوستان میگن شمارش تنها پیش شما است به بسیار مریضی شدید هم دوچار شده مشکلات اقتصادی هم دامنگیر شده نه امیالیم برتان که نه من زنگ زده بودم که دیش گپ زدم شما گپ بزنین امرشان گرانا هیواد والا دا چې هیواد ته په اجباري توګه د راستنېدونکو مهاجرینو بهیر په چټکۍ سره روان دی نو له زنګ په وهلو سره د خپل توان په اندازه د کریډیټ پاستولو له هغوی سره مرسته وکړئ وضعیت ډېر زیات خراب بود ما د مې تلیفون فهمیدم که دیگه اعتبار به خدا کو دو نفر ګوب کې چیزی تقاوت شده نه شده یعنی دو نفر فوت کرده د وخت جنقدان ګوب کې جنقدان ګوب کې به در ما دګر واسه متقاوت چی رقم شو ما برش ګوت نه تقاوت میشه خاص کله خدا شور میداد ګوب ولا نه میپم میشه نه میشه ولی مرد بیچاره ولی ما نظر ما ایست که بدر جان ما شما افغانا هستیم ما کوشش میکنیم که بدر اینه واسه باش که ورزه یک گپی دوران خانه جوړ په خیری غږ مې اوري ولا چندل د بس دغه دوستان وویلې چې بس تشویش مه کوه ویلې خدای مهربان ده وایي تقاوتینه اجرا کیږي ښه وضعیت دې څنګه دی وضعیت دې
زه خدای دې شفا درک نو ورور بس څه د وس مطابق څه خدمت بس مونږ به درته وکړو نه ژوند اوسې بس ښه وخت ولرې خدای دې شفا درک خدای په امان سلام علیکم صدایش معلوم شد که واقعا مریض بوده ما اون خاطر از اینکه همین حقوق است حقوق د ملی و بین المللی است چیزی که در مملکت باشه و چیزی که در علی نو نیست که ما تو بگویم که بیدار این این تقاوت است تقاوت چی رقمی نیست ولی گپ دایی است که امی حقوق متقاعد است هر کس 40 سال و 35 سال و امی قدر خدمت کرده علی این خود کدام گپ نیست که ما سر امارت اسلامی کدام بوج میندازیم یا مثلا میگم که بدر میشه نمیشه از حقوق برای شما برای ما بتی این حقوقی است که از متقاعد در وقتی آینده دوران زاهرخان و امان الله خان این میگپا هست ولی این پروسه جریان داره علی که امارت اسلامی ما ده خو این که تغییر حکومت شده این ما نمیگم ما بغاوت گرم نیستیم بغاوت هم نمیکنیم و خدا نخواسته هیچ بغاوت نکدیم ولی مجبوریت است از روی مجبوریت هم گپا را که میزنیم کلی گپا از روی مجبوریت است و امارت اسلامی فکر نکنه که بدر برای ما بعضی وقت میگه که تو شما مظاهره میکنی ما میگم ما مرد که مظاهره نیست مظاهره کی ما سرک بند کردیم کی بدر ما خودم امیدوار هستم که مسئولین هم توجه کنه ان شاء الله که توجه خواهد کردن بدون شک چون همین وعده ها همی است که وعده های نزدیک ان شاء الله امیدوار هستم که مشکلات اقتصادی همه هموطنان ما حل شود ما خوبی طریق امیرالمومنین آماده که همین یک چهار جز است که دو چهار جز ما نیستیم نا بغاوت کردیم اینیم طور میبینیم کل مردم غریب است بر یک لغمانان اینی جایی آمده تمام روز اگه یا چیز میبود یا بغاوتگر میبود میرفت در یک ملک دیگه ملک خود اعلان نکرده به ملک خود است همینجا بر یک لغمانان آمده اولاد داره نواسه داره کلش گشنه و یخ است اسلامی خواهش میکنیم که این رمضان هم آمده نیست با ما یک کمک همکاری کنه تشکر زنده باشه السلام علیکم و علیکم السلام سلام به شما و با تمام امارات اسلامی با بزرگای ما با کل افغانستان بخیر سلامت باشید سه بر ما بگو که چقدر وقت مدت خدمتتون بود در حکومت و چند سال میشه شما تقاعد کردین و از چی وقت شده که حقوقتان تا حالا پرداخت نشده ما مدت 35 سال در وطن خدمت کردیم و تقریبا 3 سال این سال نو که ما سال چهارم است که ما حقوق به ما حقوق داده نشده چقدر واقعا مشکلات اقتصادی دارین شما چون همین حق و حقوق از دیگه کنم کار بار دیگه نخواد کنین نه خاله خب ما در اولادای ما را کس کار نمیده ما خود ما ریشتفید هستیم ما در هر جایی که میریم میگه کاکا تو خود کی کار کرده میتونی و خودت یک جوان هستی شاید فامیل داشته باشی دیگه داشته باشی از امو پرسان که برادرت یا دیگه بدونه که کدام نفر از شناخت نداشته باشی یک جایی بیره و کار میده نمیتونه و ما هم در این همین جریان هم یال سه تا اولادم از 2000 خلاص کرده ما همقه پیسه ندارم که بر از واد درس و تعلیمش کنم و نانه خوب هیچی یک وقت اگه خوردیم دو وقت سه وقت دیگه نمیخوریم بسیار به مشکلات هستیم ما از امیر المومنین خواهش میکنیم یا کل ما مسلمان هستیم کلمه گوی هستیم خیر اگه گنام کردیم یا دیگه هم کردیم حال خود عفو عمومی بخشش است ما را بخشش کنه دیگه هم یک حقوق ما را برای ما بده که ما این زمستان است امیال ما اگه از اینجا برای تر چیز بگویم خود تو شاید باور نکنی امیال در فامیلای ما بیای هر کدام از نزدیک ببینین که ما با چه رقم زندگی میکنیم یک لغمانان خوراک صحیح نداریم یک فرش صحیح نداریم و یکان تا که میای که یکان تلویزیون ایشی را میبینه خب ما 35 سال خدمت کردیم یک دست 35 سال یک دانه تلویزیون گرفته نمیتونم یا یک دانه فرش گرفته نمیتونم اینی گپا را هیچ کس متوجه نمیشه ما بازم از امیر صاحب مؤمنین خواهش میکنیم که امارت اسلامی شفقت کنه سر همی مردم بسیار با مشکلات است همی حقوق ما را بتر السلام علیکم و رحمت الله و برکات آشتیب سلام برسته به شما تاتم سلام و نوایی و خدای دیو که چه روک جور و سی زخپل در دی طول و مرگو رو پا نمایندگی بانده دا غزه در توان چه رو را مونگ تای دخپل حق و حقوق ندی را رسولی دام دی مونگ دریام سال و رم کل دا چه مونگ متقایدین هم دا غزه زو را زو نن پا سبا پا دقا بانده غلی گو او دی مونگ حق مسلم دا دی دقا طول و خلق حق مسلم دا چه باید خپل تقاوت ور کی مونگ نل دولت سر نور کار لرو نقرز لرو دا غزه رو را کل دوی دولت داری کی دی مونگ حق و حقوق درا کی نور رو تا احترام لرو
آیسته باز مسئولین چی میگه برتون؟ مسئولینی که شما میرین مراجعه میکنین چی وقت برتون وعده میکنن؟ ما را وعده کرده رفتیم در ریاست تقاوت رفتیم گفتیم که ما یک طرح به هیبت الله خوند روان کنیم تا پیلن جواب طرح نامده این سه سال تیر شد تا دزمی سه سال ما مردم کلگی بیادر گل از گشنگی و تشنگی اولاد و خانه و پامیل و قرضداری کلگی در گردن ماست اوازه نمی مردم ریسا پید است خو حق حقوق ما را بده که ما حق حقوق خود بگیرم این رمضان آمد اوای سر چوب نیست کالا نیست دیگه نیست خیچی کنیم دیگه خداوند رحم کنه و مسئولین هم توجه کنه توجه کنه بخیر باشه اشتر سلام علیکم و علیکم سلام آیسته بچه تقریمت به حضور شما بخیر سلامت باشه آیسته بس مشکلاتتان بر ما قصه کنین این مشکلاتی که دو سال شما حق تقاط کنه زبانه که پپشو بلنی گوام تقریبا در سال کاله کی حساب چه منګه حقوق د تقاوت اجرا شوی نه حساب څوک په اتیاو م کال کې څوک په نه اتیاو م کال کې څوک په پنځاو م کال کې څوک په تیرو کالو کې تقاوت تسوق شي محول شي حساب تر دې پر دوی چا یو کال اخیسته د چا د سم تواتر پاتې دي حساب ژمه تیر شو سم دا دغه پیسې چې موږ حقوق پاتې حساب په حکومت باندې دغه زمنګ د ماشينه ګرځېدلی حساب او زمنګ ماشينه وزه شوې دي 100% زمنګ ماشينه وزه شوې دي دغه د حساب بیاربیم که سب بخانه وارم داد خمار پیسې نه دی داد غلا پیسې نه دی داد چور چپاول پیسې نه دی دا منګ قتل نه کړی دا منګ زمنګ د ماشونه ګرځېدلی دی دا دولت جبتا د دولت بودیجه دا پیسې تکه کړی دا دولت دا پیسې په دوران کې چوری دی خپل فیصدی کمیشن ګټه ته نه اخیسته دا دغه موږ په دولت باندې یو پور ده دغه موږ ته راکی موږ دولت ته احترام لرو موږ چا سرکار نه لرو هر دولت هر حکومت چې موږ په خدای باندې باور کې په میاشو موږ ولګه تیره کړې ده لرګي نشته دوه واړه واړه ماشومان مې دي په کور کې لرګي نشته سکاره نشته ډوډۍ نشته کدغه ترکاري سبزي نشته غوړي نشته ګاز نشته موږ څنګه وکړو ټول دغسې ریږدو یخ نه موږ بیخي یخ ژو بلکړو ډوډۍ نشته چې موږ صحیح زه خپل مریض یم لس رقمه مریض یم دومره پیسې نشته چې ځان د سبازول ګولۍ واخلم نو زموږ اولادونه به څه وخوري دا به موږ آخر به څه کوو خا موږ هو نو خا دا دولت نه راکي بل حکومت راشي بل حکومت سره به موږ څه کوو نو دا خو زموږ حقوق دي راکي دا پیسې زموږ د ماشونه وزه شوي دي دوی په دوران کې اچولي زموږ په دولت نه پور ده دولت زموږ پوره وړی ده موږ به حق درنه غواړو نور موږ چا سره کار نه لرو بخیر باشي آیسه سلام علیکم وعلیکم چی حال داری ساعتون خوب است شاد خوب است بخیر باشی آیسه محترم بگو که چقدر وقت شده که شما تقاعد کردین تقاعد کردیم یک 5 6 سال میشه شما در این 5-6 سال که تقاعد کردین حق تا نگرفتین حق تقاعد تا آخه ما در امارات اسلامی که آمده نگرفتیم نگرفتیم چی میگه برتان مسئولین امارات اسلامی مسئولین در وزارت مالی میرم که امیر میمونیم مکتوب روان کنم هدایت میشه ما به نمایندگی متقاعدین یکم میزنیم که ما به این خاک وفادار هستیم مسلمان هستیم اگر از ما وظیفه میخواه وظیفه کمکم برش میکنیم منتها امی حقوق و تقاوت که زمستان سر ما تیر شد و شکار کل لگی مریض هستن چیخ میزنیم در دو سال دار دروازه میریم دروازه کس مار نمیمانه نو بخاطر یزی که مسلمان هستیم امی حقوق خدا بارم بتا که ما عیال و شوک برق کرایی دیگه کرایی دیگه دیگه دخانه گوشنه اگه تیل باشه گاز نیست اگه گاز باشه تو برو دمی خانه با مردم پرسان کو دمی خونه کی کل لگی غریب بیچاره شیشته با دولت امارات اسلامی ما خواهش میکنیم که اینمی حقوق ما را بتا او ما هم در خدمت هستیم کدام در سیاسی و در چینالا و در چی اشتراک ما نداریم و نمو مردم اینجا مانده که به دست مصفی 40 سال 30 سال خدمت کرده این پروسه بین المللی است همه حقوق ما را بده آیستیم امروز که شما جمع شدین با چی هدف جمع شدین آیا میرین داخل ریاست تقاوت یا چی مسئله است ما همیشه که جمع شدیم با رئیس تقاوت میریم نه بغاوت میکنیم نه بغاوت هدف ماست نه مظاهره میکنیم منتها میریم با رئیس تقاوت که همی مشکل ما از بالا امر نماده با وزارت مالی میریم از بالا امر نماده اینمی تو تا این دو سال دو نیم سال سی سال تیر شد همی حقوق محروم هستیم کار نیست دیگه نیست در بدر و خاک بسر است این همی یک ثواب امارت اسلامی میشه اگر ثواب کمایی میکنه با همین مصفیده ای حقوق خدا بده امیدوار هستم که مسئولین
امارات اسلامی و خاصتا رهبریش توجه جدی کنه در این راستا. دوستای عزیز، همه هموطنان ما، شما ای را ببینید، پدر ما را، ای پدر جان شما ببینید، موی خود سفید کرده، ریش خود سفید کرده به خاطر خدمت در این وطن. آلم وفادار هستند بدون شک. هدف از یا جمع شدنشان بغاوت یا سربلند کردن یا تظاهرات نیست، فقط همو حق مسلم خدا از گشنگی چی جیغ میزنه، از گشنگی. و قسمی که شما در تصویر میبینین این لین بزرگه، هموطنای ما هستند، کسایی که تقاوت کردن و گفته میشه نزدیک به 3 سال است که تقاوت بر ازیا پرداخته نشده و اینها کسایی هستند که یک عمر بدون شک زحمت کشیدن به خاطر آبادی کشور و فعلا تقاوت کرده موسفید شدن، کدام کاری هم ازشون نمیتونه کدام کار نام انجام بتن و پس ضرورت مبرمشان است تا همون حق تقاوت که حق مسلمشان است باید پرداخته شود و اینها امروز جمع شدن و در رابطه به همین موضوع اینجا جمع شدن و تا میخواید صدای خود بلند بسازه. السلام علیکم حاجی صاحب. و علیکم السلام. چه حال داری؟ صحتتون خوب است؟ شکر الحمدلله، فضلای بخیر سلامت باشی. حاجی صاحب بر ما بگو که چه وقت شده شما حق و حقوق تان دریافت نکردین؟ در همین حکومت ما در وزارت دفاع مدت 39 سال خدمت بالفعل، به اساس کبرسین به اسلام متقاعد شدیم، حق و حقوق ما از تحول بزرگ به این طرف مانده مدت 3 سال هستند و دیگه متقاعدینی که حاضر است همگیشان بیچاره در به در زمستان سرد از گرسنگی اولادایشان در تلف شدن است. ما از امارت اسلامی خواهشمندیم که هرچی زودتر نظر به استفتای دارالاستفتایی که فتوا دادن که حق و حقوق مسلمشان است، حق ماست، حق ما باید داده شوند. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بخیر سلامت باشه. باش کده باش. سردشم. السلام علیکم حاجی صاحب. و علیکم السلام. چه حال داری؟ صحت خوب است؟ شکر شما خوب هستی. بخیر سلامت باشی. میشه خودم معرفی کنی حاجی صاحب؟ ما اسم غلامرشان اندیش، یکی از کارمندان متقاعدین وطن هستم. در کجا حاجی صاحب خود وظیفه میکردی؟ ما در وزارت زراعت، در ریاست حفاظت نباتات متخصص وزارت زراعت بودم. چقدر وقت شده حق و حقوق دریافت نکردی؟ تقریبا دو سال شده که حق و حقوق خود دریافت نکردیم. خب آقای صاحب، خودت چقدر مشکلات اقتصادی داری واقعا که مثلا امی 2 سالی که شما دریافت نکردی چقدر مشکلات اقتصادی روبرو شدی؟ ما تقریبا زیادتر از این که ما خود ما فعلا در خانه کرایی مریض داریم، در خانه کرایی زندگی میکنیم و حقوق ما تقریبا 2 سال شده که مانده تا هنوز پرداخته نشده. ما خواهش میکنیم از دولت امارات اسلامی افغانستان که حقوق ما باید به وقت زمانش، به خاطر از این که هوای سرد است، زمستان بسیار شدید آمده و هر کدام ما به مشکلات اقتصادی برخوردیم. سنگ سوخت خریدی در خانه سنگ سوخته است، مثلا مشکلات اقتصادی را از چگونه حل میکنه شما؟ مشکلات اقتصادی را خود ما همین مشکلات مواد سوخت از دوستای نزدیک قرض کردیم که ما به زمستان خود خریداری کردیم. مسئولین چی میگه برتان؟ مسئولین به خاطر ما همیشه میگویند که ریاست عمومی خزینه تقاعد آماده، کارمندایشان آماده و حاضر هستند که مقصد از این برشان یک امر شود مقام بالا که بیا اجراعات شروع بکنند، نظر به کارهایی که از نزدیکتشان تماس داریم. ولی مشکلش شاید این بود که بعد از او هم امر از خود امیرالمومنین از قندار چند وقت پیش بر ما به تاریخ 10 جدی سال جاری و یک حکم فرمان آمد که مقصد از این اگر کسایی که حقوقشان جمع‌آوری شده باشد که یا منتها در طول 20 سال یا کمتر یا زیادتر در زمان امریکا یا در زمان اروسا ایشان جنگیدن، اینا گفتن ما توبه کنن، بعد از کل ما به خاطر خداوند پاک جل جلاله توبه کردیم و حقوق ما باید به شریعت اسلامی و زودتر اگر پرداخته شود این شرایط بسیار خوب تر رحم کنه و همچنان مسئولین حکومت هم انشاءالله توجه میکنه بدون شک که در پرداخت حقوق تان. بخیر سلامت باشید. تشکر میکنم از دولت اسلامی امارات افغانستان. السلام علیکم حاجی صاحب. و علیکم السلام. چی حال داری؟ صحتتون خوب است؟ میشه کوتاه خودم معرفی کنی؟ دگر من متقاعد نام سعید. حاجی صاحب چقدر وقت خدمت کردین؟ 42 سال. 42 سال؟ از سال 59 بایستم.
چه وقت شد که تقاعد کردین؟ دو سال سه سال دی سه سال باز حق تقاعد تانا گرفتین کدوم؟ دو سال شد گرفتین چه وقتش مونده؟ دو سال دیگه اش مونده یعنی چهار سال شد که تقاعد کردین؟ چهار سال چقدر واقعا مشکلات اقتصادی دارین شما؟ مشکلات اقتصادی کاش که میگه پا پرسان نمیکردی مشکلات اقتصادی به حد است به حد است که ما در خانه 18 نفر فامیل نان خوردیم فکس 18 نفر که سر دسترخوان میشینه نان میخوریم به خدا برد قسم میخوریم که تا حال ما توانی یک سیر چی میکنی یک پاورده نداریم که ما توانی لب نانم خداوند روزی رسان است روزی ما را میتن امیل لحظه که زمستان است ما تا حال بخاری در خانه ایم نشاندیم چوب خود بنام نداریم ما زغال خویش نمیشناسیم فقط همین برق میآید یک بوشکایا و گرم میکنن زیر پایان پایش اولاد ما میگیرم تخواب میکنم نگه این توانی ماست و چندین باری که ما مراجعه میکنیم اینه متقاعدی نیجی سفیدی بیچاره که در اینجا در بدر هستن در دیگه دنیا متقاعد نور چشم دولت میباشد بخاطر از یک خدمتگزار وطن بوده و خدمت کرده هم اگر در اینجا نانگدای گدایگر با صد مشکلی چیز مواجیستن ریشخند مردم میشوند دیگه میشوند او کسی که دریشی ملکی یا نظامی یا لباس خوب در یک وظیفه رفته و این بود به لباس حقارت در کوچه ها میگرده بنای متقاعد است امیدوار هستم که مسئولین هم توجه کنند و خداوند یک رحم روشنی کنه بالای همه هموطنان بخیر سلام خداوند نگهدارتون باشه در خانه افتیده همیالی فقط در نمیقه کت یک شماره ما پیشش هست السلام علیکم حاجی صاحب و علیکم السلام چی حال داری ساعتتون خوب است ساعت شما خوب خیرتی است بخیر سلامت باشی میشه کوتاه خود معرفی کنیم و در کجا وظیفه دارید اسم من شاد محمد باشنده شهر کابل یکی از جمله متقاعدین هستم که در سال 1397 ما تقاعد کردیم و تا سال 1400 ما تقاعدی ما برام اجرا شده از وقتی که حکومت امارات اسلامی آمده تقاعدی های ما را بند انداختن ما فعلا با حالت بسیار فلاکتبار زندگی را به پیش میبریم این از حقوق ما از معاش ما کات شده برای ما دور داده شده بر روز آینده ولی امروز او را میگن حرام است و حرام اعلان میگن چی حرام است او از حق ما کات شده به می روزی که ما دست مانده پای مانده شوم برای ما از دمو داده شده که ما روزگار زندگی خود پیش ببرم و حال انکار میکنم برای ما راه های بسیار دیگر رقمی رو میگه که شما مستحق نیستین یا حرام است یک تطور است با کدام دلیل حرام است در کجا سابق وظیفه داشتین؟ در قوای سردی در قوای سردی ما وظیفه چقدر خدمت کردیم؟ 40 سال خدمت کردیم 40 سال خدمت آیا از شما فعلا فرزندایتان صاحب وظیفه و کار است در خانه؟ نه خیر فرزندای ما بیکار و بیروزگار است یعنی یک حق تقاوت است که تال نگرفتن فقط به مو حق تقاوت ما روزگار زندگی خدا پیش می بردم امروز بسیار به حالت فلاکتبار ما زندگی میکنم بخیر سلامت باشی خدا کنه که مسئولین هم توجه جدی کنه در این راستا هم رای آیسه با صحبت میگیم السلام علیکم آجی سلام علیکم خوب هستین صدان خوب است و خیر هستین محمد صابر دگروال متقاعد هستم از وزارت دفاع ملی در سال 97 تقاعد کردیم سه سال است که حقوق تقاعد ما داده نشده بسیار پریشان هستیم بسیار ما خودم تکلیف شکر دارم 3000 افغانی 4000 افغانی دوای ما میشه و یک کلک ما قطع کردیم زخم شد قطع کردیم فعلا کارم کرده نمیتونم در خانه هستم چقدر واقعا شما ضرورت دارین فعلا به می حق تقاوت های کدام کار بار دیگه هیچ کار و بار دیگه نداریم فقط ضرورت ما این میز خواهش ما از دولت میز ما به ضد دولت نیستیم به ضد دولت چهار نمیتیم فقط ما خانی حقوق خود هستیم خواهان حقوق تقاعد خود هستیم که ما یاشای باطی فامیل خود کرده بتانیم ماهانه چند افغانی یا چند هزار از ماشتان در اون وقت وظیفه تان گشتانده میشد بخاطر این تقاعد بخاطر 3% حقوق تقاعد وضع میشد او از کلگی جمع میشد در خزینه تقاعد در حساب خزینه تقاعد میامد او نمو پیسه است که باز وقتی که متقاعد تقاعد میکنه ضعیف میشه از کار مفته برش داده میشه در کل دنیای قانون است در ممالک اسلامی در تمام جهان قانون حقوق تقاعد است مسئولین ریاست تقاعد برتون چی میگن؟ مسئولین هیچ ما را نمیپذیره ریاست خزینه تقاعد ما را نمیپذیره و اونمو سخنی که از
خود چی شنیدیم از خود سخنگوی دولت که قانون حقوق اجرای حقوق متقاعدین نهایی شده برای توشیه رای کردیم. ما منتظر عزیزیم که خدا کنه زودتر توشیه شوه که تو نشه که سالا را در بر نگیره. خدا مهربان است، انشاءالله که مسئولین هم توجه کنه. بخیر سلامت باشی. باشه سلام علیکم. سلام علیکم. چال داری؟ ساعتون خوب است؟ سلامت باشی. بخیر سلامت باشی. خودت در رابطه به حقوق تقاعد بر ما بگو چقدر وقت شده که دریافت نکردی؟ والا حقوق ما از زمانی که حکومت امارات اسلامی آمده تا حالا دریافت نکردیم. دیگه فعلا خودت کدام وظیفه و کار دیگه فعلا انجام میدی؟ نه فعلا دیگه ما خود کار کرده نمیتونیم، فقط چشم ما به تقاعد است که چه وقت تقاعد ما اجرا شوه. چقدر واقعا ضرورت داری فعلا؟ 100% ضرورت داریم. 10 نفر سرای نانخور داریم در خانه، فعلا ضرورت 100% داریم. آیا این زمستان سردی هم آمده مشکلات اقتصادیتون به حدی است که دیگه ضرورت مبرم از باید بگیری نه؟ 100% باید برای ما حکومت این ایسا یک توجه کنه. بخیر سلامت باش، خدا کنه که اون مسئولین هم توجه جدی کنه. امیدوار هستم که مسئولین امارت اسلامی و ریاست تقاعد کابل هم در این رابطه توجه جدی کنه. دوستای عزیز ای بود گزارش امروزی، تا گزارش های بعدی الله حافظ. شروعی تصویر که تو خوب مستند میه.